الله در نواحی، حالا اگر دونر نیست، مؤسسه نیست، این کمیته ها خودجوش باید باشه، این کمیته ها باید به شکل رضاکارانه، این کمیته ها باید به شکل داوطلبانه برای حمایت از خانواده ایجاد بشه. اما تصامیم علما، خب گرچه علما هستند که نکاح زیر سن و نکاح اجباری میبندند، پیام من برای علما هست لطفاً این کار را نکنند. یعنی انمو معیاراتی که در یک ازدواج سالم و اسلامی هست دور از عواقب منفی در نظر گرفته و عقد نکار بسته بکنند. بله بسیار تشکر از خانم مبارز، فرصتشان کم هست، سوال را از اونا میپرسیم، باز ازشان معذرت میخواییم. خانم مبارز بیاییم در مورد راه حل و پیشوار صحبت بکنیم. شما مشخصاً برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت چه پیشنهاد عملی را میتونید مطرح کنیم؟ کوتاه لطفا. آقای احمدی، ما در طول مبارزت ما هیچ توقعی از طالب نداشتیم، مخاطب ما طالب نبوده، مردمی از افغانستان بوده و جهان بوده، جهانی که از طالب همیشه حمایت کرده. ما برای طالب کدام پیام خاصی نداریم که رای حل نشان بدیم، ولی رای حل نشان میاد که مردم افغانستان و جهان بدانند که حکومت تک قومی، حکومت تک جنسیتی، حکومتی که مشروعیت نداشته باشه هیچ زمان هم تداوم نداشته و حکومتی که به اساس زور، به اساس استبداد به وجود بیاید هیچ نوع مشروعیت و تداومی نداره. قبل از اینکه بیشتر از این مردم افغانستان زجر بکشن و قربانی بپردازن، جهان از ارزش‌های جهانی که دایه‌دارش هستن، آزادی بیان، دموکراسی و ارزش‌های حقوق بشری در افغانستان باید حراست بکنن. اما خانم مبارز، شما چند لحظه پیش خودتون مدعی شدین که جهان طالب را آورده و در افغانستان حاکم کرده و حال از جهان شما انتظار دارین، چطور ممکن هست؟ من میخوام امیر بر شما توضیح بتم، امیر تذکر بتم که جهانی که به مسائل افغان ها و به مسائل حقوق بشری و ارزش‌های حقوق بشری سیاسی میبینن، منظور من این است که اگر این مسائل را سیاسی میبینن پس دیگه ادعای از این را نداشته باشن که اینا دایه دار این ارزش‌های عمومی و جهان شمول هستن، پس اینا ارزش‌های حامیان منافع خود هستن. حداقل جهان از گروه تروریستی طالب حمایت نکنه که مردم افغانستان خودشان رای خود را پیدا بکنه. جای تاسفی است که جهان از یک گروه تروریستی حمایت میکنه. سر شما تذکر دادیم که شما اسنادی ندارید.